انفجار در بدخشان، رئیس معادن طالبان و یک محافظش کشته شدند. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام، وقتتان بخیر. خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. روزنامه صبح کابل می نویسد: انفجار در بدخشان، رئیس معادن طالبان و یک محافظش کشته شدند. در تصاویری از این رویداد نشر شده دیده می شود که رنجر حامل مولوی عبدالفتاح، رئیس معادن طالبان در بدخشان، هدف ماین مغناطیسی قرار گرفته است. منابع محلی در ولایت بدخشان می گویند که در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی در این ولایت، مولوی عبدالفتاح، رئیس معادن طالبان برای بدخشان و یک محافظش کشته شدند. با گفته منابع، این رویداد پس از چاشت امروز یک شنبه 4 ثور در منطقه باغشا از مربوطات شهر جدید فیض‌آباد، مرکز بدخشان رخ داده است. در این رویداد مولوی عبدالفتاح و محافظش کشته و 8 تن از افرادش نیز زخمی شدند. و این در حال است که نیروهای جبهه مقاومت ملی ادعا میکنند که در ولایت بدخشان مرکز فیض‌آباد مطرح حامل عبدالفتاح یفتلی، رئیس پترولیه و معادن طالبان را در بدخشان در ساحه باغشا مورد هدف حمله قرار دادند. در همین حال جبهه آزادگان ادعا میکند که نیروهای این جبهه در یک عملیات از قبل طرح شده بر خانه قاری زین الله، قماندان امنیت طالبان برای ولسوالی استالف کابل حمله کردند. جبهه آزادگان به روزنامه 8 صبح ادعا کرده که این حمله حوالی ساعت 7 شام شنبه 3 ثور انجام شده است. در خبرنامه آمده که در پی این حمله 5 محافظ قاری زین الله کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شدند. این جبهه گفته است که در این درگیری شماری از جنگ افزارها و تجهیزات نظامی طالبان نیز به دست نیروهای آنان افتاده است. جبهه آزادگان ادعا کرده که قاری زین الله در بازداشت‌های خود سرانه و لتوکوب جوانان بیگناه ولسوالی استالف نقش داشته است. طالبان و مسئله هزاره‌های افغانستان. طالبان یک گروه به شدت بنیادگرای مذهبی قومی است. اعضای این گروه در طول 2 دهه گذشته پیوسته در مقابل ارزش‌های چون آزادی، برابری، تأمین عدالت اجتماعی و توسعه دانش مدرن جنگیدند. از نظر رژیم طالبان، آموزش و پرورش نوین راه به سوی گمراهی و تباهی است. مسدود بودن مکتب‌های دخترانه، وضع محدودیت‌ها و افزایش واحد‌های درسی ثقافت اسلامی در دانشگاه‌ها بر محور همین تفکر شکل گرفته است. عبدالباقی حقانی، سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان، در اوایل به قدرت رسیدن این گروه به گونه آشکار اعلام کرده بود که از دانش آموختگان 20 سال گذشته هیچ انتظاری نباید داشت. با گفته او، بنیادهای تحصیل و آموزش در افغانستان باید از نو نهاده شود و دانش آموزان به سخن حقانی از اول مطابق ارزش‌های اسلامی تربیت شوند، چون به باور او دانش آموختگان در این مدت آموزش های غربی را فرا گرفتند که در ضدیت با تفکر طالبانی قرار دارد. از سوی دیگر، طالبان در 20 سال گذشته به انجام حملات انتحاری و انفجاری زیادی در غرب کابل متهمند. دستگاه امنیت ملی افغانستان در دوره نظم جمهوریت پیوسته این گروه را در دست داشتن در کشتارهای گروهی و حملات تروریستی متهم می کرد. با گفته مسئولان امنیت ملی پیشین، طالبان به ویژه شبکه حقانی حملات انتحاری را بر دانشگاه ها، آموزشگاه ها، درمانگاه ها و عبادتگاه های هزاره های شیعه در غرب کابل انجام می دادند. بدون شک چنین حملات مصداق عینی جنایت جنگی و نسل کشی علیه هزاره ها است. در خلق چنین جنایت های نقش فرماندهان طالبان نیز برجسته است. بار ملا عبدالمنان نیازی، از فرماندهان مشهور طالبان که در غرب افغانستان فعالیت می کرد، گفته بود: تمام هزارجات یا مناطق شیعه نشین را به آتش می کشد. او در گفتگویی که از طریق رسانه ها همگانی شده بود اعلام کرده بود هر روز حدود 40 تا 100 شیعه هزاره را می کشد. اما این مردم هرگز نمی دانند که چگونه و با چه فن و روشی کشته می شوند. نیازی در دوره نخست به قدرت رسیدن طالبان در سال 1373 در شهر مزار شریف دست به قتل عام هزاره ها زده بود. دیپلمات‌ها و یک خبرنگار ایرانی نیز به دستور او تیرباران شده بودند.
طالبان در دور اول تسلطشان بر افغانستان هزاران شیعه هزار را در مزار شریف و ولسوالی یکاولنگ بامیان قتل عام کردند. عبدالعلی مزاری رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان را نیز پس از شکنجه های فراوان از یک چرخبال در غزنی به زمین انداخت. ملا فاضل مظلوم عضو هیئت سیاسی گروه طالبان در قطر و معاون کلی وزارت دفاع طالبان سال گذشته در کویت پاکستان در جمعی از فرماندهان طالبان به سلامت اعلام کرد از کشته شدن یک شیعه کافر یا هزار خوشحال می شود. سال گذشته که طالبان تا هنوز به قدرت نرسیده بودند و در حال مذاکره با هیئت جمهوری اسلامی افغانستان قرار داشتند از برسمیت شناختن مذهب شیعه در و تکثیر بذر تکفیر و قوم ستیزی آشکار می توان ادعا کرد که چرخه جنایت هزاره کشی و شیعه ستیزی توقف ناپذیر به نظر می رسد. طالبان به صورت سنتی با آموزش مدرن مشکل دارند و انجام چنین حملات در کنار نشان دادن سرح دشمنی با هزاره ها خصومت با دانش و آموزش را نیز به نمایش می گذارند. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.